سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان و کانکوریان عزیز. خوش آمدید به بخش دیگری از سلسله درس‌های کانکور با آریانا. خب دوستان عزیز، ما در جلسه درسی قبلی رسیدیم به آخرین موضوعات از فیزیک نور در فصل پنجم فیزیک صنف دهم قرار دارن. ما در این جلسه آخرین موضوعات فیزیک نور را با تشریحات آلات اپتیکی و موضوعات سیستم عدسیه ها، مثال های قدرت عدسیه ها و فرمول ساختن عدسیه ها انشالله میخوانیم. خب دوستان عزیز، پس ما میگیم فعلا ما در بخش فیزیک نور حضور داریم، یعنی آخرین درس ها از فیزیک نور است که بعد از فیزیک نور ما به بخش فیزیک برق وارد میشیم. خب دوستان، در درس قبلی ما موضوعی را که خواندیم، آخرین موضوع بحث قدرت عدسیه ها بوده که ما در قدرت عدسیه ها دو تعریف بسیار واضح و ساده در قسمت قدرت عدسیه داشتیم. اولین تعریف، توانایی یک عدسیه در متقارب کردن شعاعات منکسره به نام قدرت عدسیه یاد میشم. یعنی به هر اندازه ای که یک عدسیه شعاعات را زودتر متقارب بسازه، قدرت عدسیه زیادتر است. و به هر اندازه ای که یک عدسیه شعاعات را دیرتر متقارب بسازه، قدرت عدسیه کمتر است. و ما در عدسیه های مقعر دیدیم که بر علاوه ای که عدسیه مقعر شعاعات را نزدیک نمی سازه، بلکه شعاعات را از هم دور می سازه. به همین دلیل در عدسیه های مقعر قدرت با علامه منفی نشان داده می شه. در تعریف دیگه ای که در بحث قدرت عدسیه ها داشتیم، قدرت عدسیه به این شکل معرفی می شد، برعکس فاصله محراقی عدسیه به نام قدرت عدسیه یاد می شه. شما میفهمید که عدسیه ها شعاعات را در نقطه محراق خود جمع میکنن. پس به هر اندازه ای که فاصله محراقی کم باشه، شعاعات زودتر جمع میشه و قدرت زیاد میشه. و به هر اندازه ای که فاصله محراقی زیاد باشه، شعاعات دیرتر جمع میشن و قدرت عدسیه پایین میه. در قسمت فرمولی که در قدرت عدسیه داشتیم، قدرت عدسیه را به این شکل تعریف میکرد، سی مساوی میشه با یک بر اف، که نظر به تعریف دوم قدرت عدسیه ها تعیین میشه، یعنی قدرت عدسیه برعکس فاصله محراقی عدسیه است. در قسمت قدرت عدسیه ما سه نکته را باید در نظر داشته باشیم. نکته اول، میگیم قدرت بر عدسیه محدب مثبت است، چون عدسیه های محدب ابتدا فاصله محراقی مثبت دارن و در حالت دوم گفته میتونیم عدسیه های محدب شعاعات به هم نزدیک میکنن. به خاطر همی قدرت بر عدسیه محدب علامه مثبت دارن. در دومین نکته این مورد، قدرت بر عدسیه مقعر علامه منفی دارن، چون ابتدا عدسیه مقعر دارای فاصله محراقی منفی است و در حالت دوم گفته میتونیم که عدسیه مقعر بر علاوه ای که شعاعات متقارب نمی سازه، بلکه اونا را متباعد یا دور از هم می سازه. به همین خاطر قدرت بر عدسیه مقعر علامه منفی داره. و در سومین نکته ای که در بحث قدرت عدسیه وجود داره، گفته میتونیم واحد قدرت عدسیه دیوپتری است. خب دوستان عزیز، این واحد دیوپتری یا واحد قدرت عدسیه چگونه تعریف میشه؟ ما میگیم دیوپتری قدرت او عدسیه ای است که فاصله محراقیش یک متر باشه، یا شعاعات را بتونه در فاصله یک متری خود جمع کنه، یا دیوپتری برابر میشه به این متر را زمانی که از مخرج ماده صورت بیاریم توان یک تبدیل میشه به توان منفی یک. پس قدرت عدسیه دیوپتری است، یک بر متر یا متر به نمای منفی یک. ای بود خلاصه ای از آخرین موضوع درس قبلی که ما در این جلسه مثال های این موضوع رو با هم کار میکنیم. در اولین مثالی که از بحث قدرت عدسیه ها داریم، مثال به این شکل است. دقت کنید، ابتدا ما یک نکته را از قسمت قدرت عدسیه ها، نکته ای که در فرم کانکور هم شامل است، براتان میگیم. بعد از اون مثال های قدرت را کار میکنیم. ما یک عدسیه محدب را در نظر میگیریم، البته نیمه یک عدسیه محدب را. برای از این عدسیه محدب یک محوری رسم میشه به نام محور اصلی، و در روی از این محور اصلی نقطه‌ای وجود داره به نام محراق عدسیه. زمانی که شعاعات موازی به محور اصلی بالای عدسیه بتابن، این شعاعات بعد از انکسار از نقطه محراق عبور میکنن. حال اگر ما در نقطه برخورد شعاعات بالای عدسیه خوب دقت کنیم، شما میبینید که در نقطه اولی انحراف اشعه نوری زیاد است،
و در نقطه دومی که در اینجا حلقه شده یا دایره شده انحراف حشره نوری کمتر است. خب دوستان، پس ما در اینجا به یک نقطه بسیار مهم در عدسیه ها میرسیم. به هر اندازه ای که شعاع به محور اصلی عدسیه نزدیک باشه انحراف کمتر است و به هر اندازه ای که شعاع از محور اصلی عدسیه دورتر شوه انحراف حشره نوری بیشتر میشه. حال سوال برای شما خلق میشه، اگر شعاع آنقدر نزدیک شوه که بر روی خود محور اصلی قرار بگیره چی؟ در صورت میگیم زمانی که شعاع روی محور اصلی قرار بگیره، چون بالای مرکز نوری عدسیه برخورد میکنه، هیچ انحرافی در مسیر نور به وجود نمیاد. خب نکته را در اینجا به صورت خلاصه نوشته میکنیم. شعاع نزدیک به محور اصلی دارای انحراف کمتر و شعاع دور از محور اصلی دارای انحراف بیشتر است. بیشترین انحراف در دورترین شعاع و کمترین انحراف در نزدیکترین شعاع، و شعاعی که روی محور اصلی قرار داشته باشه هیچ انحرافی نداره. خب دوستان، این نکته ای است که در فرم کانکور نمونه های سوالاتی را در خود شامل داره. بعد از این بحث اولین مثال از بحث قدرت عدسیه را کار میکنیم. دقت کنید، فاصله محراقی یک عدسیه محدب 20 سانتی متر است. قدرت این عدسیه را دریابید. ببینید، فاصله محراقی یک عدسیه محدب، یعنی ما برای از این عدسیه قدرت را باید مثبت در نظر بگیریم، 20 سانتی متر است. قدرت از این عدسیه چند است؟ ما برای حل از این ابتدا کمیت های شامل در سوال را لیست میکنیم. اولین چیزی که باید در نظر بگیریم این است که عدسیه محدب است. حال میگیم قدرت عدسیه ای را دریافت کنید که فاصله محراقی از این عدسیه برابر به 20 سانتی متر باشه. ما یک فرمول بسیار ساده را به خاطر حل این سوال داریم که این فرمول باید همیشه به یادتان باشه، چون نمونه سوالی در فرم کانکور از این قسمت زیاد ذکر شده. خب دوستان، فرمول به این شکل است: قدرت برابر میشه به یک بر فاصله محراقی، چون قدرت عدسیه با فاصله محراقی عدسیه رابطه برعکس داره. حال ما قیمت F یا فاصله محراقی را به عوضش وضع میکنیم که در نتیجه قدرت یا C برابر میشه به 1/20 سانتی متر. دوستان، شما در قسمت واحد قدرت عدسیه دیدید که دیوبتری از جنس متر تعریف میشد، از جنس سانتی متر نه. پس ما سانتی متر تبدیل به متر میکنیم، یعنی در مرحله بعدی ما به عوض سانتی میمانیم 10^-2. حالا اگر ما 10^-2 را از مخرج به صورت بیاریم میشه 10^-2 یا 100. 100/20 و واحد 1/متر. ما اگر اختصار کنیم، 0/0 اختصار شوه و 10/2 برابر میشه به 5. پس قدرت از این عدسیه در نتیجه برابر میشه به 5 دیوبتری. یا اگر ما این قدرت 5 دیوبتری را مفهومش به صورت ساده تر بیان کنیم، به این شکل گفته میتونیم که قدرت از این عدسیه 5 او عدسیه ای است که فاصله محراقیش 1 متر باشه. یا دقت کنید دوستان، ما میگیم وقتی فاصله محراقی 20 سانتی متر باشه، این 20 سانتی متر 5 کوچکتر از 100 سانتی متر یا 1 متر است. پس در نتیجه این عدسیه شعاعات را 5 زودتر از او عدسیه جمع میکنه که دارای فاصله محراقی 1 متر باشه. خب دوستان، این از اولین مثال بود که امیدوار هستم تمام مفاهیم مربوط به قدرت عدسیه و مثالهای از این بخشه از این قسمت شما گرفته باشید. در دومین مثالی که از این موضوع ما و شما کار میکنیم، دقت کنید، در مثال دوم گفته قدرت یک عدسیه 10 دیوبتری است. فاصله محراقی عدسیه و نوعیت عدسیه را دریابید. این مثال دقیقاً برخلاف مثال قبلی یا برعکس مثال قبلی است که در اونجا فاصله محراقی داده شده بود و قدرت خواسته شده بود، اما در این مثال قدرت داده شده و فاصله محراقی خواسته شده. در قسمت حل از این سوال، ابتدا ما جزء دوم سوال که از ما نوعیت عدسیه را خواسته اگر بخوایم تعیین کنیم، شما میبینید که قدرت از عدسیه 10 دیوبتری با علامه مثبت ذکر شده. پس گفته میتونیم که قدرت مثبت مختص بر عدسیه های محدب است. پس نوعیت عدسیه محدب تعیین میشه. اما در قسمت تعیین فاصله محراقی، ما در حل سوال میگیم قدرت 10 دیوبتری است، فاصله محراقی یا F مجهول است.
حال ما در قسمت حل از این سوال باز هم از فرمول قدرت عدسیه ها استفاده میکنیم. قدرت یا سی مساوی میشه به یک بر اف یا برعکس فاصله مهراقی. حال ما به عوض سی یا قدرت قیمتش عوض میکنیم. قدرت برابر است به 10 دیوپتری، یک بر اف مساوی میشه به 10 دیوپتری. اگر ما به عوض دیوپتری قیمتش عوض کنیم، دیوپتری یک بر متر بود، در نتیجه به عوض 10 دیوپتری میتونیم نوشته کنیم 10 ضرب یک بر متر. حال اگر ما دو طرف مساوات را برعکس بسازیم، یک بر اف برعکس شوه اف در صورت میایه و 10 بر متر برعکس شوه میشه متر تقسیم بر 10. شما در بحث تبدیل واحدات در فصل‌های اول صنف 10 خواندید که هر متر برابر است به 100 سانتی متر. پس ما به عوض متر قیمتش از جنس سانتی متر وزن می‌کنیم. پس قیمت برابر میشه به 100 تقسیم بر 10. اگر 0 با 0 اختصار شوه نتیجه نهایی f برابر میشه به 10 سانتی متر. پس اگر قدرت عدسیه 10 دیوپتری باشه، یعنی 10 برابر او عدسیه ای که دارای قدرت 1 دیوپتری باشه، پس در صورت ما برای دریافت فاصله مهراقی هم او قیمتی را دریافت میکنیم که 10 برابر کوچکتر از 1 متر باشه، که 10 برابر کوچکتر از 1 متر 10 سانتی متر است. خب دوستان عزیز، قدرت عدسیه 10 دیوپتری باشه، فاصله مهراقی چند است؟ ما فاصله مهراقی رو دریافت کردیم. باز هم میگیم که نوعیت عدسیه نظر به علامه قدرت تعیین میشه. چون قدرت علامه مثبت داره، پس نوعیت عدسیه محدب است. خب دوستان عزیز، مثال های باقی مانده از این موضوع و عناوین باقی مانده از فیزیک نور را بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم خواند. خوش آمدید دوستان عزیز به بخش بعدی برنامه. ما مثال دوم بحث قدرت عدسیه ها را با هم کار کردیم. حال میریم سراغ مثال سوم از قدرت عدسیه ها. برای ما گفته میشه قدرت عدسیه مقعر را دریابید. این بار عدسیه مقعر است، یعنی علامه باید منفی باشه. در صورتی که فاصله مهراقی عدسیه 50 سانتی متر باشه. این دقیقا نمونه سوالی است که در فرم کانکور از قدرت عدسیه ها آمده، با تفاوتی که در سوال فرم کانکور قدرت عدسیه محدب را خواسته، اما در این مثال قدرت عدسیه مقعر را خواسته. باز هم ما میریم در قسمت لیست دیتاها یا کمیت‌های شامل در سوال. در اولین جزء فاصله مهراقی برای ما داده شده 50 سانتی متر و در دومین مورد قدرت از ما خواسته شده یا مجهول سوال است. در قسمت حل از این سوال ما میگیم سی یا قدرت عدسیه برابر میشه به یک بر اف و به دلیل از اینکه عدسیه مقعر است علامه ازی منفی میشه. خب در مرحله بعدی ما فاصله مهراقی را قیمت گذاری میکنیم. سی برابر میشه به یک بر 50 سانتی متر. باز هم ما سانتی متر تبدیل به متر میکنیم. سانتی ده به نمای منفی 2 که در نتیجه میتونیم نوشته کنیم 50 ضرب ده به نمای منفی 2 متر. اگر ده به نمای منفی 2 از مخرج به صورت انتقال داده شوه، حاصل برابر می شود ده به نمای مثبت 2 یا 100، که اگر 100 را ما تقسیم بر 50 کنیم 0 با 0 اختصار می شود و 10 تقسیم بر 5 2، که در نتیجه قدرت عدسیه برابر می شود منفی 2 دیوپتری. خوب دقت کنید دوستا، به دلیل از اینکه 50 سانتی متر 2 برابر کوچکتر از 1 متر یا نصف 1 متر است، پس فاصله مهراقی دو چند او عدسیه ای میشه که فاصله مهراقی 1 متر داره یا قدرتش 1 دیوپتری است. پس قدرت از عدسیه برابر میشه به منفی 2 دیوپتری. خب دوستان، پس در این موارد شما یاد گرفتید که فاصله مهراقی و قدرت عدسیه با هم رابطه برعکس دارن. قدرت توانایی یک عدسیه در متقارب کردن شعاعات است. فرمول سی برابر به یک بر اف در این موضوع شامل است. قدرت عدسیه محدب مثبت، عدسیه مقعر منفی و واحد قدرت عدسیه ها دیوپتری یک بر متر یا متر به نمای منفی 1 است. خب دوستان، حال میریم سراغ عنوان بعدی که در قسمت آخر فیزیک نور شامل است، یعنی بحث سیستم عدسیه ها. در سیستم عدسیه ها ما یک تعریفی به این شکل داریم. میگیم در بعضی موارد نیاز است چندین عدسیه با هم برای اجرای یک کار واحد ترکیب شوند،
که در صورت یک سیستم عدسیه ها وجود میه که در سیستم عدسیه ها سه مشخصه بسیار مهم وجود داره. اما قبل از او شما نمونه هایی را از سیستم عدسیه ها باید بفهمید. دقت کنید دوستان، شما وسیله ای را میشناسید به نام ذربین. زمانی که شما از ذربین استفاده میکنید، در حقیقت عدسیه ذربین با عدسیه چشمتان ترکیب میشه و ترکیبی از دو عدسیه را برای شما به وجود میاره. یا به صورت نمونه تلسکوپ. تلسکوپ دارای دو عدسیه است که وقتی با عدسیه چشمتان ترکیب میکنید، یک ترکیبی از سه عدسیه یا سیستم از عدسیه ها را به وجود میاره. یا به صورت نمونه تلسکوپ گالیله که دارای سه عدسیه است و شما همراه عدسیه چشمتان او را ترکیب میکنید و ترکیبی از چهار عدسیه یا سیستم عدسیه ها به وجود میاره. پس ما گفته میتونیم سیستم عدسیه ها به صورت ساده استفاده از چندین عدسیه است که در موارد مختلف کاربردهای مختلفی را بر ما دار. خب در قسمت مشخصات سیستم عدسیه ها سه مشخصه بسیار مهم وجود داره. ابتدا قدرت سیستم عدسیه ها. شما اگر بخواید بر یک سیستم عدسیه ها قدرت دریافت کنید، باید دو حالت بر دریافت قدرت سیستم، قدرت تک تک عدسیه هایی که در سیستم به کار رفته را با هم جمع کنید. شما فرض کنید اگر یک عدسیه با قدرت دو و عدسیه دیگر با قدرت چهار با هم ترکیب شوند، در صورت قدرت سیستم یک عدسیه ها برابر به 6 میشه، یعنی حاصل جمع دو و چهار. در دومین مشخصه ای که در سیستم عدسیه ها وجود داره، فاصله محراقی سیستم عدسیه ها است. خب دوستان، دریافت فاصله محراقی آسان ترین کاری است که در سیستم عدسیه ها شما دریافت میکنید. وقتی میگید قدرت حاصل جمع قدرت ها است، چون قدرت برعکس فاصله محراقی میشه، پس برعکس فاصله محراقی سیستم میشه حاصل جمع برعکس فاصله های محراقی. در سومین مورد یا سومین نکته، بزرگنمایی سیستم عدسیه ها را دریافت میکنیم. دقت کنید دوستان، زمانی که شما در یک لابراتوار میرید، در اونجا به خاطر تست یا معاینات وسیله استفاده میشه به نام مایکروسکوپ. مایکروسکوپ ها دارای دو عدسیه هستند، عدسیه چشم و عدسیه شی. زمانی که میخواین بزرگنمایی از این مایکروسکوپ را تعیین کنن، بزرگنمایی عدسیه چشم را با بزرگنمایی عدسیه شی با هم دیگه ضرب میکنن. پس بزرگنمایی سیستم عدسیه ها از حاصل ضرب بزرگنمایی ها دریافت میشه که معادلش به همین سادگی در اینجا نوشته شده. سوالی که از بحث سیستم عدسیه ها در فرم کانکور شامل است به این شکل است. میگه اگر دو عدسیه با بزرگنمایی های گاما یک و گاما دو با هم ترکیب شوند، بزرگنمایی ترکیب از اینا یا سیستم عدسیه ها برابر به چند میشه؟ که در صورت جواب شما گامای سیستم برابر به گاما یک ضرب گاما دو خواهد بود. خب دوستان عزیز، این بود از بحث سیستم عدسیه ها که سه نکته بسیار مهم داره. ابتدا قدرت سیستم حاصل جمع قدرت ها، فاصله محراقی سیستم برعکسش حاصل جمع برعکس فاصله های محراقی، و بزرگنمایی سیستم حاصل ضرب بزرگنمایی ها است. در نکته ای که در قسمت فرمول ساختن عدسیه وجود داره یا موضوع بعدی که ما داریم، چون از بحث سیستم عدسیه ها هیچ سوال حل کردنی در فرم کانکور شامل نیست، میریم مستقیما سراغ عنوان فرمول ساختن عدسیه ها. دقت کنید دوستان، قبل از به وجود آمدن دستگاه های CNC یا دستگاه های مجهز برای ساختن عدسیه ها، تمام عینک ساز ها به صورت دستی عدسیه های عینک را می ساختن، و به خاطر ساخت عدسیه های عینک ما از فرمولی استفاده می کردن به نام فرمول ساختن عدسیه ها، و با استفاده از این فرمول می تانستن عدسیه با قدرت های مختلف و دل های خود را بسازن. خب دوستان، در قسمت معرفی فرمول ساختن عدسیه ها این متن وجود داره. در عدسیه های ضخیم فاصله محراقی و قدرت عدسیه از جنس ضریب انکسار و شعاع انحنای دو دیوپتر آن دریافت می‌گردد. رابطه برای عدسیه ضخیم به نام فرمول ساختن عدسیه یاد میشه و فرمول ساختن عدسیه طور ذیل است. دقت کنید دوستان، ما قبلا یک فرمول بسیار ساده اما مهم را گفتیم که فرمول به این شکل بود: 1 بر F مساوی به 1 بر P جمع 1 بر Q.
اما اون فرمول بر عدسیه های باریک بود و عدسیه های باریک هم قبلا تعریف شدن، عدسیه هایی که ضخامتشان به نسبت شعاع انحنایشان بسیار کوچک باشه. اما در مورد فرمول ساختن عدسیه ها ما وارد میشیم در بحث عدسیه های ضخیم. در عدسیه های ضخیم فرمول دیگه به شکل 1 بر F مساوی به 1 بر P جمع 1 بر Q نیست، بلکه این فرمول به نام فرمول ساختن عدسیه یاد میشه و به یک شکل دیگه تعریف میشه که رابطه به این شکل است: C برابر به 1 بر F، که 1 بر F قبلا برابر به 1 بر P جمع 1 بر Q بود، اما در این قسمت به صورت N منفی 1 ضرب 1 بر R1 منفی 1 بر R2 تعیین میشه. در قسمت معرفی کمیت هایی که در این رابطه شامل هستن، ابتدا در این رابطه سی چی است؟ ما قبلا هم سی را معرفی کردیم. سی به نام قدرت عدسیه یاد میشه. در نکته بعدی یا مشخصه بعدی اف چی است؟ ما میگیم اف فاصله محراقی عدسیه است که شما این دو کمیت را میشناسید. این چی است؟ این ضریب انکسار عدسیه را مشخص میکنم. R1 و R2 نشان دهنده کدام کمیت ها هستند؟ R1 نشان دهنده شعاع انحنای دیوپتر سمت راست و R2 نشان دهنده شعاع انحنای دیوپتر سمت چپ است. خب دوستان عزیز، پس ما فرمول ساختن عدسیه را جایگزین میکنیم به عوض فرمول عمومی عدسیه ها، با تفاوت از این که فرمول عمومی عدسیه ها بر عدسیه های باریک و فرمول ساختن عدسیه ها بر عدسیه های ضخیم جوابگوی است. ما در قسمت فرمول ساختن یک رابطه ساده را به این شکل داریم: C مساوی به 1 بر F N منفی 1 ضرب 1 بر R1 منفی 1 بر R2 است. دوستان عزیز، در استفاده از این فرمول شما بعضی نکات مهم را باید در نظر داشته باشید. نکته اول، شعاع انحنا برای دیوپتر محدب مثبت است. یعنی اگر برای شما دیوپتر محدب نام گرفته شود، برای دیوپترهای محدب شما باید شعاع انحنا را با علامه مثبت در نظر بگیرید. نکته دوم را حتما میتونید پیش بینی کنید که نکته دوم برای دیوپتر مقهر تعیین میشه. شعاع انحنا برای دیوپتر مقهر علامه منفی داره. یعنی اگر در سوال برای شما دیوپتر مقعر نام گرفته شود، شما در اون صورت علامه را برای از او منفی در نظر میگیرید. و در سومین مورد، شعاع انحنا برای دیوپتر مستوی چگونه است؟ برای دیوپترهای مستوی شعاع انحنا بی نهایت است. چرا؟ چون شما در هندسه ما تعریف میکنید خط مستقیم و مستوی در حقیقت قسمتی از یک دایره یا کره ای هستند که دارای شعاع انحنای بی نهایت باشند. پس ما با معذرت، برای دیوپتر مستوی شعاع انحنا را با قیمت بی نهایت در نظر می گیریم که در صورت در قسمت قیمت از او R اگر بی نهایت باشه، چون ما در رابطه ساختن عدسیه در رابطه 1 بر R را در نظر می گیریم، پس 1 بر بی نهایت برابر به 0 می شم. خب دوستان، پس شما در کنار فرمول C برابر به 1 بر F که مساوی به n منفی 1 ضرب 1 بر R1 منفی 1 بر R2 میشه، یا فرمول ساختن عدسیه، باید این سه نکته را در حل سوالات در نظر بگیرید: دیوپترهای محدب علامه مثبت، دیوپترهای مقهر علامه منفی، و دیوپترهای مستوی دارای شعاع انحنای بی نهایت هستند که 1 بر بی نهایت یا 1 بر شعاع انحنا برابر به 0 میشه. خب دوستان عزیز، ای بود از درس این قسمت ما. ما مثال های بخش قدرت عدسیه ها را بعد از یک وقفه کوتاه با هم کار میکنیم. خوش آمدید دوستان به بخش بعدی برنامه. ما در این قسمت قبل از اینکه مثال های بخش عدسیه ها را با هم کار کنیم در بحث فرمول ساختن عدسیه، ابتدا ما 6 نوع عدسیه داریم که ما برای تمام از این 6 نوع عدسیه فرمول تعیین میکنیم. شما در حل سوالات فقط کافی است که نوعیت عدسیه را از مثالی که برای شما داده میشه بگیرید و فرمول ساختن عدسیه را بسازید و بعد از او قیمت گذاریش کار ساده ای است. دقت کنید دوستان، در فرمول ساختن عدسیه ها ابتدا ما عدسیه محدب به نظر میگیریم. در عدسیه های محدب 3 نوع عدسیه وجود داره. ابتدا عدسیه محدب الطرفین. وقتی میگیم محدب الطرفین، نظر به نام عدسیه ما میفهمیم که در این عدسیه هر دو طرف عدسیه دیوپترهای محدب هستند.
پس ما در قسمت فرمول ساختن عدسیه هم دیوپتر سمت راست و هم دیوپتر سمت چپ را با علامه های مثبت تعیین میکنیم. خب این بود در قسمت فرمول عدسیه محدب الطرفین. دومین نوع عدسیه محدب، عدسیه محدب المستوی است. در این شما میفهمید که دیوپتر سمت راست یا یکی از دیوپترها محدب و دیوپتر سمت چپ یا یکی دیگر از دیوپترها مستوی است. پس در قسمت فرمول ساختن عدسیه دیوپتر محدب را با علامه مثبت و دیوپتر مستوی را به عوضش قیمت صفر را میمانیم. پس فرمول به این شکل میشه: 1 بر آر با علامه مثبت. و در قسمت عدسیه محدب المقعر شما میفهمید که یکی از دیوپترها محدب و دیوپتر دیگر مقعر است. پس ما در قسمت فرمول ساختن این نوع عدسیه گفته میتونیم 1 بر f میشه n منفی 1، چون اولی محدب است علامه مثبت و چون دومی مقعر است علامه منفی داره. خب دوستان، یک بار دیگه، عدسیه محدب سه نوع است. در محدب الطرفین هر دو دیوپتر با علامه مثبت، در محدب المستوی یک دیوپتر مثبت یک دیوپتر صفر و در عدسیه محدب المقعر یک دیوپتر مثبت و یک دیوپتر منفی تعیین میشه. در قسمت عدسیه های مقعر هم دوستای عزیز ما سه نوع عدسیه مقعر داریم که دقیقا مانند عدسیه های محدب دسته بندی شدن. یعنی اولین نوع عدسیه، عدسیه مقعر الطرفین است و ما گفته میتونیم عدسیه ای است که هر دو سمت یا هر دو دیوپترش مقعر باشه. پس اگر مقعر باشن ما هر دو دیوپتر را با علامه منفی در نظر میگیریم. در دومین نوع عدسیه مقعر یک عدسیه مقعر المستوی را در نظر میگیریم که در مقعر المستوی یک سمت مقعر و سمت دیگر مستوی است. که در اون صورت ما گفته میتونیم 1 بر f میشه n منفی 1 منفی 1 بر r 1، چون فقط بر عدسیه مقعر علامه منفی و بر دیوپتر مستوی صفر قیمت میمانیم. و سومین نوع عدسیه هم عدسیه مقعر المحدب است که در عدسیه های مقعر المحدب دیوپتر اولی مقعر با علامه منفی و دیوپتر دومی محدب با علامه مثبت تعیین میشه: منفی 1 بر r 1 مثبت 1 بر r 2. دوستان عزیز، در بعضی از جاها در بعضی از صنوف برای شما گفته میشه که عدسیه در قسمت فرمول ساختن ابتدا باید رسم شوه، بعد از او دیوپترها از طرف راست دیده شوند، محدب را مثبت و مقعر منفی در نظر بگیرید و در فرمول ساختن عدسیه تغییرات را به وجود بیارید. اما شما در این قسمت در فرمول ساختن این شش نوع عدسیه فهمیدید که شما به بسیار سادگی با استفاده از نام عدسیه میتونید فرمول ساختن عدسیه را تعیین کنید. صرف اگر عدسیه محدب الطرفین یا مقعر الطرفین بود، هر دو طرف محدب و هر دو طرف مقعر است. اگر محدب المستوی یا مقعر المستوی بود، یک طرف مستوی و سمت دیگر یا محدب مثبت یا مقعر منفی میشم. و در عدسیه مقعر المحدب اول منفی دوم مثبت و در عدسیه محدب المقعر اول مثبت دوم منفی ذکر میشم. این بود از بحث فرمول ساختن عدسیه. حال در قسمت مثال های از این موضوع، در اولین مثال، در یک عدسیه محدب الطرفین، دقت کنید نوعیت عدسیه برای ما بسیار مهم است. در یک عدسیه محدب الطرفین ضریب انکسار 3/2، شعاع انحنای دیوپتر سمت راست 30 سانتی و شعاع انحنای دیوپتر سمت چپ 40 سانتی است. فاصله محراقی یک عدسیه را دریافت کنید. خب دوستان، در حل از این سوال ما ابتدا کمیت‌های شامل در سوال را لیست می‌کنیم. مهمترین موضوع که برای ما فرمول ساختن عدسیه را به دست می‌ده نوعیت عدسیه است. نوعیت عدسیه محدب الطرفین است. در این عدسیه محدب الطرفین ضریب انکسار برای ما مشخص شده 3/2. شعاع انحنای دیوپتر سمت راست چند بود؟ 30 سانتی متر. و شعاع انحنای دیوپتر سمت چپ چند بود؟ 40 سانتی متر. از ما چی خواسته شده؟ مجهول سوال چی است؟ فاصله محراقی. خب دوستان، در یک عدسیه محدب الطرفین ضریب انکسار شعاع انحنای سمت راست و چپ داده شده، از ما فاصله محراقی یا f خواسته شده. در قسمت حل از این سوال دوستان، ما برای عدسیه محدب الطرفین رابطه تعیین میکنیم. در محدب الطرفین هر دو طرف عدسیه محدب است، پس برای هر دو طرف ما علامه مثبت میمانیم. پس 1 بر f میشه n منفی 1 ضرب 1 بر r 1 مثبت 1 بر r 2. در قسمت قیمت گذاری هایی که در این رابطه شامل است، ما f را که مجهول سوال است به عوض خودش قیمت میمانیم، ولی به عوض n r 1 و r 2 قیمت هایی را که در سوال برای ما داده شده وضع میکنیم.
این 3/2 منفی 1، 1/R1 یعنی 1/30، مثبت 1/R2 یعنی 1/40. حال در بحث قیمت گذاری عزیز سال در قسمت ساده سازی ما در اینجا دو قوس را داریم که در قوس اول عدد 2 و در قوس دوم عدد 120 را مخرج مشترک میگیریم. زمانی که ما دو را مخرج مشترک بگیریم در قسمت ساده سازی کسرها، 2/2 1، 1/3 3. علامه بین از این دو حد منفی است. 2/1 2 و 2/1 2 میشم. پس در قوس اول 3/2 به دست میاد و در قوس دوم 120/30 4 و 4/1 4. علامه بین دو کسر یا دو حد مثبت. 120/40 3 و 3/1 3 میشه. خب دوستان، پس در قوس دوم 4 + 3/120 به دست آمدم. اگر ما این رابطه را ساده تر بسازیم، 1/f میشه. در قوس اول 3/2 1، 1/2 و در قوس دوم 4 + 3 7، 7/120. خب دوستان، در مرحله بعدی ما این دو قوس را با هم ضرب میکنیم. اگر صورت ها با هم ضرب شوند 1/7 7 و اگر مخرج ها با هم ضرب شوند 2/120 240 سانتی متر. حال ما دو طرف از این رابطه را برعکس می سازیم تا بتانیم فاصله محراقی را دریافت کنیم، چون مطلوب سوال از ما 1/f نیست بلکه خود f است. پس ما برعکس می سازیم و f می شه 240/7. 240/7 پوره قابل تقسیم نیست، پس حاصل طبعا اعشاری خواهد شد که نتیجه نهایی برابر می شه 34.3 سانتی متر. اما معمولا سوالاتی که در فرم های کانکور میان عددهای راند یا عددهای کامل به دست میان، عددهای تام یعنی عددهای اعشاری، در کمتر موارد در فرم های کانکور شامل هستند. خب این بود از مثال اول بخش قدرت عدسیه ها، ساختن عدسیه ها. ما در مثال دوم به این شکل یک نمونه مثال را داریم. در یک عدسیه محدب المقعر، در قسمت نوعیت عدسیه دقت کنید، عدسیه محدب المقعر است. اگر شعاعات انحناء به ترتیب 50 و 60 باشند، شعاع انحنای سمت راست 50 و شعاع انحنای سمت چپ 60 سانتی متر و ضریب انکسار 5/3 باشد، فاصله محراقی عدسیه چند است؟ ما در قسمت حل از این مثال ابتدا کمیت های سوال را لیست میکنیم. برای ما گفته شده نوعیت عدسیه محدب المقعر، یعنی ابتدا دیوپتر محدب و دوم دیوپتر مقعر ذکر شده. در ضریب انکسار برای ما داده شده 5/3. در دیوپتر اولی یا محدب ما شعاع انحنا را 50 در نظر میگیریم و در دیوپتر دوم یا مقعر شعاع انحنا را 60 در نظر میگیریم. از ما چی خواسته شده؟ میتونه یا فاصله محراقی یا قدرت عدسیه از ما خواسته شده، اما در اینجا باز هم فاصله محراقی خواسته شده. در حل از این سوال ما فرمولی را که برای عدسیه محدب المقعر داریم به این شکل است: 1/f مساوی به n منفی 1، ابتدا دیوپتر محدب علامه مثبت و در دوم دیوپتر مقعر دارای علامه منفی است. در قسمت قیمت گذاری چون f مجهول سوال است، f در جای خود باقی میمانه، اما به عوض n 5/3، به عوض r1 50 و به عوض r2 قیمت 60 را وضع میکنیم. باز هم مثل پیشتر ما در هر دو قوس مخرج مشترک میگیریم. اگر ما در قوس اول 3 را مخرج مشترک بگیریم، 3/3 1، 1/5 5، 3/1 3، 3/1 3، پس در قوس اول 5 - 3/3 به دست میاد و در قوس دوم بین 50 و 60 ما 300 را مخرج مشترک میگیریم. 300/50 6، 6/1 6، 300/60 5، 5/1 5، که در قوس دوم 6 - 5/300 به دست میاد. پس رابطه به این شکل میشه: 1/f مساوی میشه از 5 3 کم شود 2/3 و از 6 5 کم شود 1/300. خب دوستان، اگر ما دو قوس رو با هم ضرب کنیم، چون در صورت از قوس دومی 1 حاصل میشه، 1/2 2 و 3/300 900. چون از ما 1/f خواسته نشده و خود قیمت f خواسته شده، پس ما در صورت رابطه را برعکس میسازیم.
پس F برابر می شود 900 بر 2 سانتی متر. 900 تقسیم 2 شوه برابر می شود 450. پس فاصله محراقی از عدسیه برابر می شود 450 سانتی متر. خب دوستان عزیز، ای بود از بحث مثال‌های موضوع فرمول ساختن عدسیه که ما دو مثال را تا فعلا کار کردیم، اما مثال‌های بعدی را از این قسمت داریم. از بحث فرمول ساختن عدسیه صرف یک سوال در فرم کانکور شامل است که در مثال بعدی او را کار می‌کنیم. دقت کنید، عدسیه محدب المقر اول مثبت دوم منفی. ما در مرحله قیمت گذاری ان را 5 بر 3، آر 1 را 50 و آر 2 را 60 قیمت گذاری می‌کنیم. بعد از ساده سازی دو کسرها یا دو قوس، ما در نتیجه فاصله محراقی را برابر به 450 سانتی متر دریافت میکنیم. در عدسیه های باریک فاصله محراقی دو سمت عدسیه با هم برابر بودن، اما در عدسیه های ضخیم شما میبینید که فاصله محراقی یا شعای انحنا در دو سمت با هم متفاوت هستند. پس فاصله محراقی یک حد متفاوتتر به دست خواهد آمد. خب دوستان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه مثال‌های باقی مانده از این موضوع و آلات اپتیکی را با هم می‌خوانیم. خوش آمدید دوستان عزیز به بخش بعدی از برنامه. ما در قسمت قبلی مثال سوم از بحث فرمول مثال دوم فرمول ساختن عدسیه را با هم کار کردیم. حال می‌ریم در قسمت مثال سوم. مثال بسیار کوتاه اما شامل فرم کانکور است. در یک عدسیه محدب المستوی شعای انحنا با معذرت فاصله محراقی عدسیه 50 سانتی متر و ضریب انکسار 1.52 است. از ما شعای انحنای عدسیه خواسته شده. یعنی در این مثال ما برعکس مثال‌های قبلی، در مثال‌های قبلی شعای انحنا را داده بود، فاصله محراقی را خواسته بود، در این مثال بر ما فاصله محراقی داده شده و شعای انحنای عدسیه خواسته شده. در لیست کمیت ها ما فاصله ابتدا میگیم عدسیه محدب المستوی است. بعد از او میگیم ضریب انکسار عدسیه 1.52. فاصله محراقی داده شده 50 سانتی متر و مجهول سوال بر ما شعای انحنای سمت محدب از عدسیه است. با معذرت. خب دوستان، در قسمت حل از این سوال میگیم فرمول بر عدسیه محدب المستوی طوری است که در دیوبتر اول ما دیوبتر محدب را داریم با علامه مثبت و در حالت دوم دیوبتر مستوی را داریم که قیمتش صفر میمانیم. پس رابطه به این شکل تعیین میشه: 1 بر f مساوی به n منفی 1 ضرب 1 بر r1. ما این رابطه را میتونیم به اشکال مختلفی ساده بسازیم، یعنی به عوض f 50 را بانیم، به عوض n 1.52 را بانیم و r1 را دریافت کنیم. اما در ابتدا ما این رابطه را طرفین و وسطین میکنیم. اگر ما طرفین و وسطین کنیم، 1 ضرب r1 و n منفی 1 ضرب f میشه، f ضرب n منفی 1. در مرحله بعدی حل از این سوال قیمت ها را در اینجا وضع میکنیم. آر یک مجهول سوال است، بیوز اف 50 سانتی متر، بیوز ان 1.52 منفی 1. از 1.52 اگر 1 تفریق شود، طبعا جوابی که باقی میماند 0.52 است. پس 50 را ضرب 0.52 میکنیم. اگر 50 ضرب 0.5 شود، یعنی نصف میشه 25. ولی اگر 50 ضرب 0.52 شود، از 25 کمی قیمت بلندتر خواهد گرفت که در نتیجه آر 1 برابر می شود 26 سانتی متر. پس ما گفته می تانیم شعای انحنای عدسیه برابر به 26 سانتی متر است. دقت کنید، در یک عدسیه محدب المستوی فاصله محراقی 50 و ضریب انکسار 1.52 است. شعای انحنای عدسیه چند است؟ شعای انحنا برابر می شود 26 سانتی متر. دوستان، نکته ای که در قسمت فرمول ساختن عدسیه شما باید در نظر داشته باشید و شامل فرم کانکور هم هست به این شکل است که در قسمت فرمول ساختن عدسیه ها فاصله محراقی با ضریب انکسار رابطه برعکس دارم. یعنی به هر اندازه ای که ضریب انکسار زیاد شود، فاصله محراقی کم میشه و به هر اندازه ای که ضریب انکسار کم شود، فاصله محراقی زیاد میشه و دلیل از این هم شما میفهمید. به هر اندازه‌ای که ضریب انکسار عدسیه بالا بره، شعاعات زودتر جمع میشن و زودتر یکدیگر قد میکنن و محراق نزدیکتر میشن، و به هر اندازه‌ای که ضریب انکسار کم باشه، شعاعات دیرتر جمع میشن و فاصله محراقی زیاد میشه.
خب دوستان، ای بود از تمام موضوعات محاسباتی فیزیک نور. حال ما میریم سراغ چند موضوع تشریحی که در آخر فیزیک نور تحت عنوان آلات اپتیکی در نور وارد شدن. میان در بحث آلات اپتیکی. در آلات اپتیکی ما این موضوع را داریم. تمام وسایلی که در آنها از آلات انکسار یا انعکاس دهنده نور استفاده شود به نام آلات اپتیکی یاد می‌گردد. البته ما آلات اپتیکی زیادی داریم دوستان، آلات که در او از آینه ها و عدسیه ها کاربردهای زیادی صورت میگیره. به صورت نمونه چشم انسان که مجهزترین و کاملترین آله اپتیکی در طبیعت است، مایکروسکوپ، تلسکوپ، پروجکتور، کمره عکاسی، ذره‌بین، پیریسکوپ و وسایل مختلفی در قسمت آلات اپتیکی وجود دارند. اما ما در این قسمت صرف چند تا آله اپتیکی که از نگاه نوری برای ما بسیار اهمیت دارن را میخوانیم. اولین مورد چشم است، بعد از چشم موضوع تلسکوپ، مایکروسکوپ، کمره عکاسی ساده و پروژکتور را با هم مطالعه میکنیم. خب دوستان، این موضوعات تشریحات زیادی دارن. موضوعات را به صورت خلاصه نوت میگیرید و کوشش کنید که این موضوعات رو تکرار کنید، چون در فرم‌های کانکور از این موضوعات سوالاتی شامل است. اولین آله اپتیکی که ما مطالعه می‌کنیم وسیله‌ای است به نام چشم. خب دوستان، شما با چشم آشنایت زیادی دارید. محافظت از تمام اجزای بدن ضرور است، مخصوصاً چشم که در مقابل آسیب‌های خارجی حساسیت‌های بالایی دارد. خب دوستان، این شکلی که شما در اینجا می‌بینید به صورت ساده شکل یک چشم است که ما از نگاه لایه‌های مختلف اپتیکی را مطالعه می‌کنیم. اولین لایه‌ای که در چشم وجود دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است، با معذرت گفتم، می‌تونیم که کره چشم کره‌ای است با قطر تقریبی 2 سانتی‌متر. اولین لایه سفیدی چشم است که به نام سلبیه یاد می‌شم. سلبیه یا سفیدی چشم وظیفش محافظت از ساختمان داخلی چشم است. یعنی نمیمانه که چشم در اثر آسیب‌های خارجی از بین بره یا دچار ضعف شود. خب دوستان، بعد از سلبیه، زمانی که سلبیه در قسمت پیشروی چشم قرار میگیره، کمی حالت مهذب یا برآمدگی به خود میگیره و یک پرده شفاف را به وجود میاره که این پرده شفاف به نام قرنیه یاد میشه. اولین مرتبه‌ای که انکسار نور در چشم انسان صورت می‌گیره در پرده قرنیه است. پس وقتی انکسار صورت می‌گیره، طبعاً قرنیه باید دارای ضریب انکسار باشه که ضریب انکسار قرنیه چشم 1.376 است. خب دوستان، در زیر قرنیه یک مایع شفافی وجود داره به نام مایع زلالیه که دومین مرتبه انکسار نور در مایع زلالیه صورت میگیره که مایع زلالیه دارای ضریب انکسار 1.336 است. در عقب زلالیه یک پرده رنگی قرار داره که دو وظیفه داره. اول تعیین رنگ چشم است و دوم کنترل مردمک چشم است که این پرده را به نام عنبیه چشم یاد میکنن. در قسمت وسط عنبیه سوراخ کوچکی قرار داره که کنترل میکنن داخل شدن نور را به داخل چشم. زمانی که شما به یک محیط تاریک وارد میشید، عنبیه مردمک چشم کوچک میشه و نمیمانه که نور زیاد داخل چشم شود و به شبکه چشم آسیب برسانه. و زمانی که شما در یک محیط در یک محیط روشن وارد میشید، مردمک کوچک میشه و زمانی که شما در یک محیط تاریک وارد میشید، مردمک بزرگ میشه تا نور زیاد داخل چشم شود و اجسام اطرافتان در محیط دیده شود. این مردمک چشم دارای قطر تقریبی 2 تا 8 میلی‌متر است. یعنی وقتی شما در محیط روشن میرید، قطر کوچک تا 2 میلی‌متر و در یک محیط تاریک قطر بزرگ تا 8 میلی‌متر میتونه تغییر کنه. در عقب عنبیه و مردمک چشم یک عدسیه مهذب الطرفین قرار داره به نام عدسیه چشم. در عدسیه چشم این 3 نکته‌ای که برای شما گفتم ایشرا به یاد داشته باشید. ابتدا عدسیه چشم یک عدسیه مهذب الطرفین است. از نگاه نوعیت عدسیه مهذب الطرفین است. دوم، فاصله محراقی عدسیه چشم برابر به 15 سانتی متر است. و در نکته سوم، ضریب انکسار عدسیه چشم به صورت دقیق 1.473 و به صورت تقریبی تقریباً برابر به 1.5 است. خب دوستان، این بود از ساختمان قسمت جلو یا پیشروی چشم.
در قسمت آخر یا عقب چشم ساختمانی که وجود دارن، در زیر پرده سلبیه یک پرده دیگه قرار داره به نام مشیمیه که وظیفه مشیمیه خون رسانی به چشم است. یعنی زمانی که قلب خون پمپ میکنه، این خون به تمام اعضای بدن میرسه به شمول چشم، که مشیمیه دارای خونرگ‌های دارای مویرگ‌های بسیار نازکی است که در اثر بالا رفتن فشار خون این مویرگ‌ها میکفن و در چشم سرخی به وجود میآید. خب در زیر پرده مشیمیه یک پرده دیگه‌ای وجود داره به نام شبکیه چشم. وظیفه شبکیه ای است که تصویر را از داخل چشم میگیره و به مغز انسان انتقال میده. البته نکته‌ای که در قسمت پرده شبکیه باید به یاد داشته باشید این است که شبکیه چشم تصویر حقیقی برعکس و کوچکتر از اصل جسم را تشکیل میده. زمانی که این تصویر برعکس توسط رشته‌های عصبی به مغز انسان انتقال پیدا می‌کنند، مغز انسان او تصویر را دوباره به صورت سرراسته درک می‌کند. پس تصویر در چشم شما به صورت برعکس و در مغز شما به صورت سرراسته درک می‌شود. این رشته‌هایی که شما در اینجا می‌بینید، رشته‌های عصبی هستند که تصویر را به مغز انسان انتقال می‌دهند. و در آخرین مورد ما میگیم در داخل کره چشم مایع لزوج و شفافی وجود داره به نام زجاجیه، که وظیفه زجاجیه انکسار نور در داخل چشم است. این زجاجیه نور را به داخل چشم منکسر میکنه و شعاعات روی شبکه چشم یک دیگر قطع میکنن تا تصویر برای چشم به صورت واضح قابل دید باشه. خب دوستان، در قسمت چشم چیزی که از نگاه طبابت، از نگاه طبی ثابت شده ای است که زمانی که زلالیه چشم در اثر ضربه خارج شود، چشم قابل بازسازی است. اما در صورت که زلالیه چشم از داخل چشم، با معذرت، زجاجیه چشم از داخل چشم خارج شود، او چشم دیگه مطلقاً کور است و قابل بازسازی نیست. زجاجیه یک وظیفه دیگه هم داره، ای است که حالت کروی چشم یا شکل کروی چشم را تعیین کنم. خب دوستان، این بود از ساختمان چشم که ما در جلسه بعدی باز هم یک معرفی کوتاه را از بحث ساختمان چشم و عیب های چشم خواهیم داشت. دوستان عزیز، شما میتونید تمام سوالاتتان را از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون آریانا با برنامه کانکور با آریانا در میان بگذارید و ما به زودترین فرصت تلاش میکنیم که جواب شما را، جواب سوالات شما را در اون قسمت برای شما دوباره ارائه کنیم. دوستان عزیز، امیدوار هستیم تمام از این موضوعاتی که در این جلسه براتون گفتیم به صورت دقیق یادداشت برداری کرده باشید و سوالاتی را به صورت نمونه از این قسمت کار کنید. تا دیدار بعد که دوباره در خدمت شما علاقمندان بخش فیزیک قرار میگیریم، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.